سلام به همه شما مخاطبان پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی کن نیوز. در این گزارش قراره که بوئینگ 737 رو با هم بررسی کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. بعد از موفقیت‌های 707 و 727 بوئینگ به فکر هواپیمایی افتاد که با تعداد موتور کمتر مسافت کوتاه‌تری رو پرواز کنه تا به این صورت بازار پروازهای کوتاه صنعت حمل و نقل هوایی رو هم به خودش اقتصاد بده. مطالعات برای طراحی این هواپیما در 1964 آغاز شد و بوئینگ 737 که یک هواپیمای دو موتوره تکراروه در 9 آوریل 1967 اولین پرواز خودش رو انجام داد. این هواپیما توسط شرکت هواپیمایی حامل پرچم آلمان لوفتانزا وارد صنعت هوانوردی جهان شد و به یکی از پرفروش‌ترین جت‌های تجاری جهان تبدیل شد. بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی داخلی هم از این هواپیما در ناوگان خودشون استفاده می‌کنن و شما می‌تونید در اکثر فرودگاه‌های ایران این هواپیما رو ببینید. همراه من باشید تا انتهای این گزارش که داخل این هواپیما رو هم با هم بررسی کنیم. خواهش میکنم. نسل اول بوئینگ 737. در نسل اول این هواپیما که بوئینگ 737 سری 100 نامیده شد، بدنه هواپیما دارای طول نسبتاً کوتاهی بود و تنها 30 فروند از این هواپیما تولید شد. سری کلاسیک. در دومین نسل از هواپیماهای 737 که به نام سری کلاسیک نامگذاری شدند، تغییرات مشهودتری در بدنه و طراحی به وجود آمد. در دومین نسل از بوئینگ 737 سری های 300 تا 500 قرار دارند. وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز. خلبان آرش فکور هستم، مدیر ناوگان 737 هواپیمای یاتا. خیر مقدم عرض میکنم ورود شما رو به بوئینگ 737. به صورت کلی بخشایی که تقسیم بندی شده کاکپیت، اوورهد پنل هست، لایت شیت، اینسترومنت پنل و پدستال هواپیما هست که سیستمای هواپیما تقسیم بندی شده و به صورت منطقی قرار گرفته روی قسمت‌های مختلف که خلبانا بتونن به راحتی استفاده کنن و به صورت منطقی مورد استفاده قرار بگیره. قسمت پدستال ما داریم، قسمت کامیکیشن و مکالمه‌های رادیویی هواپیما هست با دستگاه‌های ناوبری و همچنین صحبت کردن با برج، رادار و عوامل زمینی. قسمت اینسترومنت پنل ما هست، نشانگرهای موتور هواپیما و همچنین اینسترومنت هایی که ما مسیر پروازی رو میتونیم باهاش مشخص کنیم و پیدا کنیم و استفاده بکنیم برای پروازمون. قسمت لایت شیت هستش که خلبان خودکار یا همون اتوپایلوت نام داره و اینجا قرار گرفته که ما به وسیله اینا مسیر هواپیما رو، ارتفاع رو و خلبان خودکار رو میتونیم به کار مندازیم. قطعه هواپیما که به صورت مستقیم جلوی چش خلبان ها قرار داره توی اکثر هواپیما. قسمت اوورهد پنل رو میبینیم، قسمت الکتریک هواپیما، قسمت برق هواپیما و قسمت ایرکاندیشنش که سمت راست پنل قرار گرفته که تنظیمات هوا، فشار داخل کابین، درجه حرارت، پرشرایز هواپیما توی قسمت راست این پنل قرار گرفته است. به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان همراهان کن نیوز و هواپیمای آتا. بنده دسفولی نژاد، خلبان دوم بوئینگ 737 شرکت هواپیمای آتا هستم. توضیحات مختصری راجع به کنترل های هواپیما میخوام خدمتتون رو بدم. در قسمت وسط یا همون به اصطلاح پدستال هواپیما شما میتونید دو تا اهرم رو ببینید. اهرم های گاز هواپیما هستن که با شماره های 1 و 2 که نشان دهنده موتور های 1 و 2 هستن براتون مشخص شدن. خلبان هواپیما مثل یک ماشین که گاز زیر پای راننده است میتونه گاز هواپیما رو با استفاده از اهرم های 2 و 1 برای موتورهای 2 و 2 استفاده بکنه. هر چقدر این اهرم جلوتر باشه مقدار پاشش بنزین در موتورها بیشتر میشه و میتونه از قدرت بیشتری از موتورهاش بهره ببره. دو تا هندل کوچولوتر رو پایین میبینید، 1 و 2 هستش که برای استارت زدن و روشن کردن موتوراست که عملا میاد بنزین رو در ابتدای استارت زدن پاشش میکنه داخل محفظه احتراق هواپیما. اسپید بریک رو میتونید ببینید، یک اهرم هستش که ترمزهای هوایی هواپیما هستن که با استفاده از اسپید بریک هنگامی که کشیده بشه و به سمت بالا بیاد
صفحاتی روی بال هستن که به سمت بالا باز میشن و باعث دیفلکشن اون هوای عبوری از روی بال میشن و سرعت هواپیما رو کاهش میدن. دستگیره دیگه رو که سمت چپ میبینید به اسم فلپ که روش هم مشخص شده، میاد سطح بال رو افزایش میده و به ما این اجازه رو میده که با هواپیما با سرعت‌های پایین‌تر پرواز بکنیم و هواپیما رو آماده فرود بکنیم. پارکینگ بریک هواپیما رو میتونید ببینید هنگامی که این پارکینگ بریک احکام قسمت بالا قرار گرفته شده، چراغ قرمز رنگی رو برای ما روشن کرده که نشون میده ترمز هواپیما الان فعال هستش و اجازه تکون خوردن هواپیما رو به سمت جلو نمیده. یک اهرمی رو اینجا میتونید مشاهده بکنید به اسم لندینگ گیر لیبر که ما میتونیم با استفاده از این اهرم چرخ‌های هواپیما رو کنترل کنیم که در حالت بسته باشن، باز باشن و یا اینکه هیچ فشار هیدرولیکی روی این قسمت‌های لندینگ گیر ما قرار نگرفته باشه که در قسمت وسط و حالت آف قرار میگیره. در انتها میتونید یوک یا همون فرمان هواپیما رو مشاهده بکنید که دو عدد یوک برای کپتن خلبان یک پرواز و خلبان دو پرواز یا فرست آفیسر اصطلاحاً قرار گرفته که میتونیم با این اهرم هواپیما رو به سمت چپ، به سمت راست، پایین و یا بالا نهایتاً هدایت بکنیم. با سلام و خوش آمد، یزدانی هستم، سرمهماندار هواپیمای آتا. به بوینگ 737 شرکت هواپیمای آتا خوش آمدید. همونطور که ملاحظه میکنید بوینگ 737 آتا یک هواپیمای باریک پیکر هست با ظرفیت 136 مسافر و چیدمان صندلی ستایی که در هر ردیف 6 مسافر در کنار هم میتونن بنشینن. این هواپیما مجهز به 6 درب خروج اضطراری هست، 2 درب در قسمت جلو، 2 درب در انتها و 2 پنجره که به روی بالها باز میشه که درهای اصلی مجهز به سرسره نجات هست که در مواقع اضطراری میتونیم هرچه سریعتر مسافر رو از هواپیما تخلیه کنیم. در هواپیمای بوینگ 737 آتا یک گلی در انتهای هواپیما و یک گلی در قسمت جلو تعبیه شده که گلی هواپیما بخشی از هواپیما هست که کلیه اقلام و مواد غذایی تحویل گرفته شده از واحد کترینگ در این قسمت نگهداری میشه. با توجه به برنامه پروازی و کترینگ از پیش تعیین شده برای اصولا پروازهای طولانی مدت وعده غذای گرم برای مسافر در نظر گرفته میشه که این وعده غذای گرم در قسمتی به اسم آون گرم میشه، آون یا گرم کننده. در این قسمت وعده غذایی برای مسافر گرم میشه و در اختیار مسافرین قرار داده میشه. این قسمت ما میتونیم درجه حرارت آون رو تعیین کنیم و در این قسمت هم میتونیم تایم مورد نظر رو تعیین کنیم. این نمای داخلی آون هست که غذاها به صورت چیدمان افقی روی هم قرار میگیره، گرم میشه و در اختیار مسافر قرار داده میشه. اصولا در پروازهای کوتاه مدت سرویس غذای سرد اصولا حالا میان وعده یا یک ساندویچ برای مسافر در نظر گرفته میشه که توی ترولی ها قرار داده میشه. این قسمت ترولی ها هست که ترولی یک وسیله ایه که زیر ترولی چرخهایی تعبیه شده که قابل هم در داخل کابین هست برای پذیرایی از مسافر. بخش های دیگر گلی شامل محفظه هایی هست که اقلام خشک درش نگهداری میشه، مثل لیوان، مثل دستمال کاغذی، مثل سینی در این قسمت نگهداری میکنیم و در طول پرواز از اون استفاده میکنیم. در این قسمت هواپیما صندلی مهماندار قرار گرفته که به دلیل خاصیت جمع شوندگی که داره در اصطلاح به اون جام سیت یا صندلی تاشو گفته میشه. همونطور که ملاحظه میکنید داره کمربند ایمنی هست و این قسمت رو استیشن یا ایستگاه مهماندار گفته میشه. هر استیشن یا ایستگاه مهماندار دارای وسیله سیستم ارتباطی به اسم PA هست. با این وسیله ما میتونیم با همکاران خلبان داخل کاکپیت و با بقیه مهمانداران در استیشن های مختلف تماس حاصل کنیم و ارتباط برقرار کنیم. همچنین با این وسیله میتونیم کلیه اعلانات پروازی شامل خوش آمدگویی، شامل دادن اطلاعات نسبت به همون پرواز مربوطه و اینکه چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی و مسائل و دستورالعمل‌های ایمنی رو برای مسافر شرح بدیم که صدا در کلیه قسمت‌های کابین پخش میشه. در اصولا نزدیکی استیشن مهماندارها تجهیزات اضطراری قرار گرفته، شامل کپسول اکسیژن، وسایل مورد نیاز جهت اطفای حریق مثل آتش خاموشکن‌ها و همچنین در این قسمت چراغ قوه، جلیقه نجات، جعبه کمک‌های اولیه و بقیه اقلامی که در موارد اضطراری میتونیم از اون استفاده کنیم.
نسل سوم 737. این نسل با نام NG Next Generation معرفی شد. این هواپیماها نیز در سری‌های 600 تا 900 تولید شدند. 737 سری مکس. بوئینگ 737 مکس جدیدترین نوع از هواپیماهای این مدل است و تلاش شده تا بهترین ویژگی‌های ممکن بر روی این سری قرار بگیرد. 737 مکس در 4 نوع مختلف تولید می‌شود. از ویژگی‌های این هواپیما می‌توان به موتور نو، آرودینامیک نوین، وینگلت‌های جدید و استفاده از مواد و سخت افزار کامپوزیتی که در نهایت مصرف سوخت هواپیما را به شدت کاهش می‌دهد اشاره کرد. جت‌های تجاری 737. این هواپیما در سری‌های تجاری نیز طراحی و تولید شد که با نام تجاری BBJ بوئینگ بیزینس جت به بازار عرضه شدند. یه نکته راجع به باشگاه مشتریان هواپیمایی آتا یا آتا هالیدی بهتون بگم و اون اینه که اگر از اپلیکیشن رسمی هواپیمایی آتا بلیط تهیه کنید و از پروازتون استفاده کنید، یک اعتباری تحت عنوان آتا مایل به شما اختصاص داده میشه که میتونید روی پروازهای بعدیتون تخفیف دریافت کنید یا با جمع کردن آتا مایل ها از خدمات CIP در فرودگاه های سطح کشور استفاده کنید. ضمن این که با استفاده از کانترهای اختصاصی باشگاه مشتریان شما دیگه نیازی ندارید که برای دریافت کارت پروازتون توی صف بایستید. خیلی خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای این گزارش همراه من بودید. از مدیران هواپیمایی آتا هم تشکر میکنم که اجازه دادن این گزارش رو تهیه کنیم. تا یه دیدار دیگه، خدا نگهدار.